شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در یمن از تعیین سفیر در تهران خبر دادند. این انتصاب با اعتراض دولت قانونی یمن مواجه شده است که از 4 سال پیش رابطه خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرده و سفیری در تهران ندارد. هوشمند میرفخری و جزئیات بیشتر در این باره. انتصاب ابراهیم محمد الدلیمی به عنوان سفیر شورشیان حوثی یمن در جمهوری اسلامی ایران بعد از دیدار هفته گذشته هیئت بلند پایه‌ای از جانب این گروه مورد حمایت تهران با آیت الله خامنه ای انجام گرفت که رویدادهای جنوب یمن را توطئه‌ای برای تقسیم آن کشور توصیف کرده است. مجلس انتقالی جنوب که گرایشات جدایی طلبانه دارد و مورد حمایت امارات متحده عربی است، در نبرد با قوای دولت قانونی یمن شهر عدن در جنوب غربی آن کشور را به کنترل درآورده است. شبه نظامیان وابسته به آن مجلس انتقالی که مراکز نظامی و کاخ ریاست جمهوری در شهر عدن را تصرف کرده بودند، پس از اعلام حمایت ریاض از عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری دولت قانونی یمن، ضمن موافقت با آتش‌بس از برخی از مواضع خود عقب نشینی کردند. پیروزی های اخیر مجلس انتقالی جنوب به گرایشات استقلال طلبانه جنوب یمن دامن زده و شکافی در جبهه ضد شورشیان حوثی به وجود آورده است. با هوشیاری مردم شجاع جنوب و با حمایت مجلس انتقالی، نیروهای منصورهادی دیگر نمیتوانند در خیابانهای عدن قدرت نمایی کنند و به خواست خدا پیروزی بزرگی به دست آورده ایم. محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی بر اتحاد امارات با عربستان سعودی تأکید کرده، اما اقدام اخیر جدایی طلبان جنوب یمن را محکوم نکرده است. ژنرال ایدروس قاسم الزبیدی رئیس مجلس انتقالی جنوب نیز که در نبردهای اخیر در شهر عدن پیروز شده، ضمن تأکید بر پیروی از ائتلاف به رهبری ریاض با شرکت در اجلاس اضطراری حل و فصل اختلافات در عربستان سعودی موافقت کرده است. توفیق نیروهای مجلس انتقالی در نبردهای اخیر باعث ثبات و امنیت بیشتر در بندر عدن می شود. در همین حال روز شنبه شورشیان حوثی با پهپاد به میدان نفتی شیبه در جنوب شرقی عربستان سعودی حمله کردند. هوشمند بی‌فخری، صدای آمریکا.